به شما شما حدود هفت سال پیش اتفاقی در شهر ریشون لسیون افتاد به این شکل که فردی به نام دانیل کوین که ایشون مشکیخ کشرود هست و بر کار رستوران ها نظارت داره مبنی بر اینکه غذاهایی که در اونجا تهیه میشه و افرادی که میان از اون غذاها تناول میکنند هیچ نوع ایراد از نظر حلاخا داشته باشه و تمام منطبق باشه بر اصول کشروت یک روزشون کارش رو در یک رستوران تمام کرد و سوار اتوبوس شد که به رستوران دوم بره و از اونجایی که در اتوبوس جا نبود ایشون ایستاده بود وسط اتوبوس و یک دفعه متوجه شد که شخصی از پشت اون رو محکم بغل کرده و چنان اون رو فشار میده که در حقیقت دنده های دانیل رو میخواد خورد کنه وقتی که دانیل متوجه نشد که چه وضعی است و اون طرف اون رو ول نمیکنه از پشت شروع کرد به مش زدن تو سر اون طرف و اون که یک تروریست آدم کش بود یک فرد خرابکار کاردی رو از جیب بیرون آورد و شروع کرد به ضربه زدن به دانیل و سیزده ضربه به اون زد و در حقیقت هدفش این بود که دانیل رو محکم بگیره و گلوی اون رو بباره ونگومی که میخواست شد این کار رو بکنه در حال دانیل با اون تقله هایی که کرد موفق شد که از دست اون رهایی پیدا کنه و افتاد کف اتوبوس. افرادی که تو اتوبوس بودند، تمام شوکه شده بودند و وحشت زده بودند از اون خون و از اون صحنه های بسیار ناجوری که مشاهده میکردند و کس اصلا نمیتونست کاری کنه یعنی از شدت ترس و اضطراب همه سر جای خودشون میخکوب شده بودند و اون تروریست اون عرض شود کردی که در دستش بود رو دو دستی گرفت برد بالا برای اینکه ضربه نهایی رو به دانیل بزنه خوشبختانه یکی از مسافرها آمد و سطلی که در اتوبوس بود سطل رو برداشت محکم کوبان تو سر اون تروریست و بر حال ماجرا اینجا به خیر گذشت دانیل رو به بیمارستان انتقال دادن و دیدن که خونریزی از همه جای بدنش موجود هست از این طرف از اون طرف و فلفور اون رو به بخش مراقبت های ویژه بردن برای اینکه ببینن چه کار میتونن براش انجام بدن دکترها انگامی که اون ضربه ها رو نگاه میکردن خیلی خیلی متعجب شده بودن و دیدن که یک موجزه ای از جانب پروردگار اتفاق افتاده که هر ضربه که اون طرف به بدن دانیل زده در حقیقت در فاصله یک یا دو یا نهایتا سه میلیمتری از اعضای بسیار حساس بدن اون هست یک ضربه خورده در فاصله سه میلیمتری قلب یک ضربه خورده در فاصله دو میلیمتری ریه معده همینطور و خیلی متعجب شده بودن انگامی که اومدن در حال اون زخم ها رو بررسی کنن ببینن وضع به چه صورت هست یک دفعه در کنار یکی از زخم ها که شکم رو واقعا باز کرده بود اینها متوجه یک چیز مشکوکی شدند و انگامی که دانیل رو فرستادند برای عکسبرداری های مختلف و هر شود سیتی و اینها متوجه شدند که یک غده بدخیم سرطانی در شکمش است و اگر که اون موقع اون رو نمیدیدن دیدن یک بار اون عود می کرد و در عرض دو سه هفته دانیل رو از بین می برد و اینجا اینها موفق شدند که اون قده رو بیارن بیرون و بروخشم این خطر بسیار بزرگ از سر دانیل برطرف بشه و اون بتونه که بعد آرام آرام سلامتی خودش رو به دست بیاره ما باید بدونیم که یکی از موارد بسیار مهمی که خنوکا به ما یاد میده ما میگیم خنوکا عید نور هست عید فروغ هست عید روشنایی است این در حقیقت باید این وضعیت و این برنامه رو برای ما فراهم بکنه که همواره چشمهای خودمون رو باز کنیم و به عمق مطلب فرو بریم و اون چیزهایی که پروردگار بزرگ برای ما به مرحله اجرا میگذاره رو خوب ببینیم و همواره جنبه مثبت اونها رو نگاه کنیم درست است که شاید در زندگی مواردی است که شاید در دید اول اونطوری که باید شاید برای ما خوشایند نباشه محدودیت در رزق و روزی مشکل در خصوص فرزندان که زمان ازدواجشون فرا رسیده ولی که این قسمتشون هنوز پیدا نشده مشکل در اون رابطه ای که بین زن و شوهر هست و گاهی وقتا یک سری استحقاک هایی وجود داره و همینطور موارد و برنامه های مختلف دیگه درست است که اینها در دید اول برای انسان اونطوری که باید و شاید خوب نیست و انسان نمیخواد که چنین وضعی باشه و میخواد که تمام برنامه ها براش کاملا مرتب و ردیف باشه و هیچ نوع موردی که باعث نگرانی اون باشه وجود نداشته باشه ولی باید بدونیم اگر که ما با دید مثبت به این موارد نگاه کنیم و در حقیقت چشم بصیرتمون رو بیشتر باز کنیم و نوری بندازیم در این وضعیت و برنامه ها می بینیم که تمام خیر هست و اون چیزی که پروردگار بزرگ برای ما در نظر میگیره بدون مسلحت هیچ چیزی نیست و بهترین ها و عالی ها رو اقدش برخو برای ما میخواد ولو اینکه در نظر ما اون مطالب یک مقدار دشوار باشه پس واقعا بیایم و این فروغ و روشنایی رو به قلبمون و به ذهنمون راه بدیم و همواره تمام مواردی که وجود داره رو به دید مثبت بهش نگاه کنیم و بدونیم که در حقیقت هنگامی که نگاه شمهای خنوگا می نگاه این فروغ و روشنایی می این مطلب به ما تدائی میشه که پروردگار بزرگ به غیر از نور فروغ و روشنایی برای ملت اسرائیل چیزی نمیخواد و اگر هم چیزهایی است که باید در حال از مسیرهایی بگذره که شاید اونطور که باید شاید اون مسیرها هموار نیستند و ما از اونها اونطور که باید و شاید در دیده و راضی نیستیم ولی که این مسیرها مسیرهایی است که ما رو به موفقیت و فروغ و نور و روشنایی میرسونه روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی آرزو آرزومندیم شلوم